Instagram came out of one wanting to be my own boss. I was like, you know what? I want to work for myself. I want to work on ideas. I really hope I'm going to make money. Instagram, a company with only 13 employees, bought today by Facebook for $1 billion. Let's talk about 700 million monthly users. You guys set out to do this 6.5 years ago. یک روز کوین سیستروم داشت به سمت دفتر کارش قدم میزد تا با شریکش مایک کرایگر ملاقات بکنه. قرار بود یک جلسه ای رو با هم برگزار بکنن. دوره ای بود که به هیچی نرسیده بودن. تمامی پول هایی که از سرمایه گذارها گرفته بودن خرج کرده بودن و هیچ سوددهی هم براشون نداشت. ارزش کمپانیشون به صفر رسیده بود. ولی تو اون جلسه یک تصمیمی گرفتن که همین تصمیم باعث شد تا ارزش کمپانیشون از صفر به بیش از 1 میلیارد دلار برسه. هم ظرف کمتر از 2 سال. دوستان سلام، من آرمان هستم و به دیپ پادکست خوش اومدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب بکنید و حتما زنگوله رو بزنید. خیلی از محتواهایی که ما میسازیم، ویدیوهایی که میسازیم به صورت سریالیه و اگر زنگوله رو بزنید یک نوتیفیکیشن براتون میاد، اطلاعیه‌ای میاد و باعث میشه که قسمت‌های جدید رو از دست ندید و شاید زندگی‌نامه یه سری افراد مورد نظرتون باشه و ما قبلا ساخته باشیم که از این طریق به آرشیو ویدیوها دسترسی پیدا می‌کنید. کوین سیستروم تو 30 دسامبر سال 1983 در ماساچوست در آمریکا متولد شد. دوران نوجوانیش مثل سایر نوجوانهای آمریکایی بود. توی یه خانواده متوسطیش تفاوت آنچنانی هم با بقیه نداشت. خیلی معمولی زندگی میکرد. تا آخر دوران دبیرستان هم تو همون شهر موندش. یک مغازه‌ای بود که گرامافون و ادوات موسیقی میفروخت و کوین سیستروم هم توی اون مغازه کار میکرد. خرجش رو از این طریق به دست میآورد. و علاقه شدیدی هم به خوندن کتاب داشت. تو یک از مصاحبه‌هاش هم گفته بود هر کتابی که به دستش میرسید اون کتاب رو مطالعه میکرد و کلن هم تو ادامه زندگیش قبل از اینکه وارد هر فعالیتی بشه کلی راجبش کتاب میخوند و تحقیق میکرد. علاقه خیلی زیادی به مطالعه و تحقیق داشت تا اینکه تو جوونی در دانشگاه استنفورد پذیرفته میشه در رشته علوم مدیریت و مهندسی. تو سال سوم دانشگاه بود که یکی از همکلاسی‌هاش اومد پیش کوین و یک پیشنهاد کاری واسش داشت. قصد داشت که روی یک سایتی کار بکنه و با هم اون سایت رو پیش ببرن. این همکلاسی کی بود؟ این همکلاسی مارک زاکربرگ بود و اون سایت چه سایتی بود؟ اون سایت فیسبوک بود و به کوین پیشنهاد همکاری در این سایت رو داده بود که کوین این رو نپذیرفت. And I remember the person saying, "Ah, it's a fad." و برای شرکت توی یک دوره عکاسی رهسپار فلورانس شد. وقتی از فلورانس دوباره به دانشگاه استنفورد برگشت، دانشگاه استنفورد یک دوره‌ای رو داشت برگزار می‌کرد به اسم Mayfield Fellows Program. هدف از این دوره چی بود؟ هدف این بود که یک تیم 12 نفره از بین دانشجویان علاقه‌مند تشکیل بدن و این تیم رو بفرستن سیلیکون ولی تا از نزدیک بتونن با کسب و کار اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌های اونجا آشنا بشن. برای حال اون دست از افرادی که اطلاع ندارن، سیلیکون ولی یک منطقه‌ای توی آمریکا که اکثر شرکت‌های غول‌پیکر آمریکایی، مثلا هایتک ها و اپلیکیشن ها، اونجا یه دفتری دارن و اصلا دفتر مرکزی خیلی از اونها توی سیلیکون ولی قرار داره. از فیسبوک و یاهو گرفته گوگل و سایر شرکت‌ها که حالا اطلاعاتش رو میتونید به دست بیارید. قرار بود این تیم 12 نفری به سیلیکون ولی برن و از نزدیک با عملکرد این شرکت‌ها آشنا بشن. کوین خیلی به این قضیه علاقه‌مند شد و توی اون دوره تمام تلاشش رو کرد تا یکی از این 12 نفر باشه. نتیجهش هم اومد و کوین پذیرفته شد و عضوی از این تیم 12 نفره شد و رهسپار سیلیکون ولی شد. I prayed that they would take me because I was so excited about entrepreneurship and they let me in. استارتاپی که این تیم 12 نفره به اون ورود کرد یک استارتاپی بود به اسم اودیو که سالها بعد توییتر از دل اون بیرون اومد.
دانشگاه کوین به اتمام میرسه و موفق میشه از استنفورد فارغ التحصیل بشه، ولی خب مسیر زندگیش رو هم پیدا کرده بود. حس کرده بود که مسیرش همین طراحی اپلیکیشن و کسب و کارهای اینترنتیه. گفت هر طور که شده باید یک بیزینس اینترنتی برای خودش تشکیل بده. تصمیم میگیره که همین مسیر رو ادامه بده و به یک راه حل درستی دسترسی پیدا بکنه. برنامه زندگیش این شکلی شده بود: روزها روی پروژه‌های مختلف کار میکرد و شب‌ها آموزش میدید، مخصوصاً کدنویسی. آموزش پیش رفته کدنویسی میدید تا بتونه به اون اپلیکیشن دلخواه خودش نزدیک بشه. همزمان تو همین دوران مایک کرایگر هم توی قسمت دیگه، تو بخش دیگه، داشت فعالیت‌های خودش رو انجام میداد به همین شکل. روی یک سری اپلیکیشن‌ها داشت کار میکرد و کدنویسی رو هم داشت آموزش میدید. این دو نفر در اون دوران هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتن. فعالیت‌ها مشابه بود بدون اینکه از وجود هم دیگه با خبر بشن. البته با هم دانشگاهی بودن، ولی نمیدونستن که فعالیت‌های مشابهی دارن انجام میدن، تا اینکه بالاخره در یک کافه با هم دیگه ملاقات کردن و متوجه شدن که پروژه هاشون خیلی به هم دیگه شباهت داره. Our first meeting was, where was it? Was it at that breakfast place? Yep, Just For You Cafe. Yeah, we Just For You Cafe is now getting free advertising. در همون کافه بود که به یک ایده واحد رسیدن و تصمیم گرفتن که یک اپلیکیشن طراحی بکنن که این اپلیکیشن اینستاگرام نبود. احتمالاً هیچ کدوم از ما اسم بربن تا حالا به گوشمون نخورده. منطقی هم هست. بربن اولین فعالیتی بود که مایک و کوین با هم دیگه شروع کردن. ایدش رو هم مایک داده بود. ولی بربن چی بود؟ این سایت یک سایت رزرو آنلاین بود. فقط یه سری تفاوت‌ها داشت با سایر سایت‌های رزرو آنلاین. تو این سایت شما یک جای رو برای خودتون توی یک کافه یا توی یک بار رزرو می‌کردید و اون نوشیدنی رو سفارش می‌دادید، براتون می‌آوردن، بعد از نوشیدنیتون عکس میگرفتید و اون عکس رو به اشتراک میذاشتید. این نحوه عملکرد سایت بربن بود که توسط کوین و مایک طراحی شده بود. اونا اومدن این ایده اولیه‌شون رو تبدیل به یک طرح اولیه کردن. معمولاً سایت‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که طرح اولیه‌شون میاد بیرون به اون طرح اولیه MVP میگن. هدف اینه که این MVP ها رو طراحی کنن و ببرن پیش یک سرمایه‌گذار، سرمایه‌ای رو جذب بکنن و از طریق این بتونن پروژه خودشون رو گسترش بدن. همین کار رو هم انجام دادن. یک طرح اولیه از این سایت به وجود آوردن، طراحی کردن و سایت رو بردن پیش یک سرمایه گذاری به اسم استیو اندرسون. استیو اندرسون این سایت رو دید و مورد علاقه‌اش هم قرار گرفت. گفت بچه‌ها کارتون خیلی خوبه، سایت خوبی زدید و من تو مرحله اول $50,000 روی سایت شما سرمایه گذاری میکنم. این خبر مثل بمب توی اون منطقه از سیلیکون ولی ترکید. خیلی حرف بود، مخصوصا یک MVP بتونه تو مرحله اول $50,000 سرمایه جذب بکنه. این اتفاق خیلی سخت میفته، مخصوصا تو اون بازار شلوغ سایت ها و اپلیکیشن ها. وقتی سایر سرمایه گذارانی که در سیلیکون ولی فعال بودن این خبر به گوششون رسید، گفتن ما هم باید سهمی از این سایت قدرتمند داشته باشیم. فکر کردن این سایت خیلی سایت قدرتمندیه که تو مرحله اول هنوز لانچ نشده، بالا نیومده، $50,000 گرفته. سرمایه گذارهای ریز و درشت دوباره سرمایه های خودشون رو وارد سایت بربن کردن و هنوز بربن شروع به کار نکرده بود. سرمایه بربن ظرف مدت کوتاهی رسید به $250,000. مدتی بعد هم یک شرکت سرمایه گذاری دیگه به اسم اندریسن هورویتس وارد کار شد و $250,000 دیگه کوبید وسط میز، گفت این هم سهم من. مایک و کوین، کسانی که بربن رو طراحی کرده بودن، یعنی ایده اولیش رو طراحی کرده بودن، نیومده $500,000 سرمایه داشتن. این خیلی حرف بود، اونم تو اون دوران سیلیکون ولی که خیلی شرکت ها و خیلی از جوان ها اومده بودن تا رویاهای خودشون رو تحقق ببخشن. اونا تونسته بودن با $500,000 قدم‌های اولیه سایتشون رو بردارن. الان شاید پیش خودتون بگید $500,000 هنوز سایت نیومده بالا، پس چه اتفاقی قراره برای بربن بیفته؟ و حالا می‌فهمیم که برای بربن چه اتفاقی افتاد.
به طور کلی کسب و کار یا بیزینس، حالا این بیزینس رو که دارم به کار میارم نمیخوام واژه خارجی جا بندازم، ولی خب بیزینس هم کلا خیلی رایج شده. کسب و کار، بیزینس، هر فعالیت اقتصادی رو که میخوایم انجام بدیم، در نهایت چه اون فرد موفق شده باشه چه موفق نشده باشه، وقتی ازش یه سوالی میپرسیم در هر دو حالت جواب آنچنانی نداره بده. جوابا خیلی متفاوته، چون شما هر محصولی که تولید بکنید نتیجه نهاییش رو شما نیستید که تعیین میکنید. شما در نهایت تمام تلاشتون میشه 50% قضیه، 50% برمیگرده به جامعه که آیا جامعه اون محصول رو میپسنده یا نه، مورد قبول مردم قرار میگیره یا نه. و واقعا علم هم نمیتونه در این زمینه نظر بده که چه چیزی باعث شد تا مردم از فلان چیز خوششون بیاد، فلان محصول به شدت مورد علاقه جامعه قرار بگیره، یا فلان محصولی که این همه علمی تولید شده، این همه برای زحمت کشیده شده، این همه سرمایه پشتش بوده، در نهایت شکست خورده و نتیجه نداده. اینو واقعا ما هم نمیتونیم بگیم. یه سری چیزا انگار به دل مردم میشینه و مورد علاقه شون قرار میگیره. بربن با اون همه سرمایه و تبلیغات و آمادگی های لازم و پیش تولید و همه این حرفا لانچ شد و وارد بازار شد. نتیجه عجیب، بربن هیچ وقت مورد قبول مردم قرار نگرفت و در بازار شکست خورد. اونها به زور فقط تونستن 100 تا کاربر پیدا بکنن، فقط 100 نفر حاضر شدن این اپلیکیشن رو روی گوشی هاشون نصب کنن. کوین و مایک خیلی زود فهمیدن که بربن یک پروژه شکست خورده است و راه به جایی نداره. با هر چیزش هم ور برن، هر قسمتی هم تغییر بدن، این سایت انگار مورد قبول قرار نمیگیره. ولی دو نفر اصلا آدمای عجیبی بودن. به جای اینکه بیان از خودشون بپرسن که چرا مورد قبول قرار نگرفت، اشتباه ما کجا بود، چه چیز باعث شده تا مردم این رو دوست نداشته باشن، چی کار باید بکنیم که دوست داشته باشن، به جای این سوالهای کلیشه‌ای کلن مسیر رو عوض کردن، اون بره گودر رو نگاه کردن، یه نگاه کردن گفتن که چی شد که اون 100 نفر اصلا این سایت رو قبول کردن، این اپلیکیشن رو نصب کردن، یعنی تو جایگاه بازنده قرار گرفتن و گفتن اصلا ما باختیم. اما این 100 نفر چرا ما رو قبول کردن، دلیلش چی بود؟ حرکت بعدیشون هم جالب تر بود. رفتن سراغ این 100 نفر، تک تک این افراد رو دیدن و ازشون پرسیدن چی شد که سایت ما رو نصب کردید، اپلیکیشنمون رو نصب کردید و باهاش کار کردید. پاسخ ها متفاوت بود، ولی تو یه پاسخ همه اشتراک داشتن. همشون گفتن آقا ما با چی حال میکنیم؟ ما با این حال میکنیم که داریم عکس رو به اشتراک میذاریم. این سیستم به اشتراک گذاشتن عکستون خیلی جالبه، این رو هم در نظر داشته باشید. اینستاگرام اولین سایت یا اپلیکیشنی نبود که قابلیت اشتراک گذاری عکس رو داشت. قبلتر هم سایت هایی بودن که میشد عکس به اشتراک بذاریم، ولی کلا تو اینستا یه مقدار روند تغییر داشت. هر چی که بود، مردم به اون سیستم اشتراک گذاری خیلی علاقه داشتن، نه به اون روند رزرواسیون. رزرواسیون مورد علاقه شون نبود، اشتراک گذاری خیلی براشون جالب بود. The best thing for any entrepreneur is failure. And for us it was the lack of momentum. I mentioned we got to about 100 users using this app. Don't ask why people don't use your startup. Ask why the people who continue to use your startup keep using it. And when we looked at our user base, our whole 100 people, each of them loved the photo aspect. و همین باعث شد تا تفکر کوین و مایک هم نسبت به اپلیکیشنشون کلن عوض بشه. با دو تا اصطلاح بیزینسی آشنا میشیم، پیوت و پرسویر. پیوت به معنای لولای دره، پرسویر به معنای استقامت، استقامت داشتن، ولی معنای تحت و لفظیشون رو کاری نداریم. البته بازم اینا رو میگم، من تخصصی تو زبان فارسی ندارم. اگر میشه اینا فارسی سازی بشه، میتونن اصطلاحات رو دوستان فارسی سازی کنن، اونایی که در این زمینه تخصص دارن. منظور پیوت چیه؟ پیوت این رو داره میگه، اون لولای در رو ما کاری نداریم، این رو داره میگه هدف سر جا میمونه توی بیزینس، مسیر عوض میشه، کلا هم عوض میشه. هدف مثلا اینه یک اپلیکیشنی بزنیم، یک سایت رو طراحی بکنیم که مورد استقبال عموم قرار بگیره و مشکلات رو حل بکنه، این هدفه. ولی خب مسیری که تعیین کردیم کاملا اشتباهه، خب مسیر رو کلن صفر تا صد تغییر میدیم، ولی هدف سر جاشه. بیزینس، بیزینس اینترنتیه، توی فضای اینترنت هم قراره بمونیم، این میشه پیوت. پرسویر چی میگه؟ حالا به پرسویر هم میرسیم، یه مثال پرسویر داریم بش. پرسویر میگه اصلا هیچ چیز رو نباید تغییر داد و باید مستحکم و مقاوم تو مسیر بمونی تا زمانی که به هدف
برسی. پرسیور اینو میگه که گاهی اوقات میتونه خطرناک باشه. حالا در مورد جفتش صحبت میکنه، ولی پیوت کردن معمولا زیاد توی بیزینس به کار نمیره، خیلی هم بهش اعتقاد ندارن، میگن اون استقامت مهمه، موندن پای هدف مهمه. ولی خب اینستاگرام نشون داد که اتفاقا برعکس، پیوت کردن میتونه کلا صفر رو تبدیل به بیش از 1 میلیارد دلار بکنه. با مثال این رو الان مشخص میکنیم. در نظر بگیرید که قصد دارید یک مغازه محلی بزنید، قصد دارید یک فست فود بزنید و توش پیتزا و ساندویچ بدید به مردم. از اون طرف مثلا به خاطر اینکه هزینه های جانبیتون هم در بیاد، قهوه هم دارید سرو میکنید. بعد از یک مدت کوتاهی متوجه یک داستانی میشید که فروش قهوه‌تون خیلی بیشتر از فروش ساندویج و پیتزاه. خب یه مدتی بگذره، به احتمال زیاد به فکرتون یه ایده‌ای میرسه که کلاً این بساط ساندویج و پیتزا رو جمع کنیم، بذاریم روی بحث قهوه، قهوه رو گسترش بدیم، فروش اون مثل این که بیشتره. همین کار رو هم انجام میدید، ساندویج و فست فود رو میذارید کنار و کلن تمرکزتون رو بر روی سرو قهوه میذارید و اونجا رو شبیه به یک کافه میکنید و میبینید بعد از یک مدت کوتاهی سود و فروشتون چند برابر شده. به این میگن پیوت کردن. مغازه سر جاشه، هدف مشخصه، میخواد توی یک محله حرف اول رو بزنید، ولی خب روش عوض شد، قرار بود اصلا فست فود بشه. دم دستتون گرفتید یه قسمت دارید قهوه میفروشید، ولی قهوه بیشتر گرفته، قهوه شده بیزنس اصلیتون، کل اون ساندویجی رفته کنار. کوین و مایک هم همین تصمیم رو گرفتن، تصمیم گرفتن که پیوت کنن، هدف سر جاش بمونه، سایت و اپلیکیشن سر جاش بمونه، ولی مسیر عوض بشه، کل هم و غمشون بشه به اشتراک گذاشتن عکس توسط کاربران. ولی همچنان یه چیزی هم مد نظرشون بود که چطور مشکلات رو حل بکنن، مشکلاتی که بر سر به اشتراک گذاشتن عکس وجود داره، چون با اون 100 نفر صحبت کرده بودن و یه سری مشکلات به ذهنشون خطور کرده بود. The way we set ourselves apart from the crowd was focusing on problems. So many entrepreneurs today are technology in search of a problem, not the other way around. If stuff doesn't exist and it's a problem that can be solved, aka like the experience sucks, then that's what you should go do. There were a lot of check-in apps, there were a lot of planners and meetup things and group chat things, but there was no solution for posting great photos to like lots of friends all at once. این مشکلات رو زن کوین تونست براش حل کنه. وقتی که در مسافرت بودن، کوین با زنش به مسافرت رفته بود تو سال 2010، اونجا با زنش در مورد اپلیکیشن صحبت کرد و گفت یه اپلیکیشن به اشتراک گذاشتن عکس و میخواد این عکس ها به شکل متفاوت ارائه بشه، که زنش اونجا گفت میتونیم مثلا شکل عکس ها رو عوض کنیم. بحث فیلتر ها اومد وسط، یه همچین ایده ای رو به ذهنش اومد و به شوهرش گفت که آره میشه کلن شکل عکس ها تغییر کنه. اونم بیکار نشست. خب گفتیم ایده اولیه سرجاش بود، سایت بالا بود، ولی خب به صورت عمومی نبود، دست خودشون بود بیشتر این سایت. همونجا گوشیشو در میاره، از سگش عکس میگیره و این عکس رو در اون اپلیکیشن خودشون بارگذاری میکنه و به اعتقاد خیلی ها این عکس اولین عکسی بود که در اینستاگرام منتشر شد. اگر اشتباه نکنم 17 جولای سال 2010 بود، اینو دقیق نمیدونم، باز دقیقشو برید نگاه کنید، فکر کنم 17 جولای سال 2010 بود که این عکس رو گرفت. نه فقط این عکس، 5 6 تا عکس اصلا همون روز بارگذاری کرد. هنوزم عکس ها توی پیج کوین هست، میتونید یه سر به پیج کوین بزنید در اینستاگرام، اون عکس های اول 1000 خورده عکس گذاشته. اون عکس اولیا کلا 4 5 تا عکس مال 17 جولای 2010 که خیلی اعتقاد دارن اون عکس سگ عکس اولی است که گذاشته و این اولین عکسی بود که در اینستاگرام بارگذاری شد. در حال حاضرم هر ثانیه نزدیک به 1000 عکس داره در اینستاگرام منتشر میشه. کوین اون سفر رو به اتمام رسوند و دوباره به سر کار خودش برگشت و با مایک نشستن روی این ایده کار کردن. سعی کردن هر چقدر این سایت، این اپلیکیشن مشکل داره، این مشکلات رو برطرف کنن. 6 هفته گذشت و مشکلات برطرف شد. در نهایت تو 6 اکتبر 2010 نسخه نهایی اینستاگرام برای عموم منتشر شد. بعد از انتشار اپلیکیشن نتیجه خارق‌العاده بود. ظرف کمتر از 24 ساعت 25 هزار نفر این اپلیکیشن رو نصب کردن. اگر تو کار کسب و کارهای اینترنتی باشید مسلما درک میکنید که این رقم تو این بازه زمانی کم چه معنی میده. این یعنی موفقیت بزرگ، خیلی معنی داره. ظرف یک ماه تعداد کاربران اینستاگرام از 1 میلیون نفر گذشت و ظرف 2 سال سلبریتی های معروف و سیاستمداران گردن کلوف همشون وارد اینستاگرام شدن، پیج زدن و شروع کردن اطلاعاتی رو از خودشون منتشر کردن. تو همین دوران بود، یعنی 2 سالی گذشته بود و اینها داشتن طعم موفقیت رو میچشیدن که یک نفر یک پیشنهاد وسوسه انگیز برای کوین و مایک آورد.
جک دورسی مالک توییتر خیلی زود فهمید اپلیکیشنی که در اختیار مایک و کوینه خیلی بیشتر از اینها ارزش داره. پس تصمیم گرفت که این اپلیکیشن رو از این دو نفر خریداری کنه. مبلغ پیشنهادی 500 میلیون دلار بود. بهشون پیشنهاد داد، گفت 500 میلیون دلار میدم و این اپلیکیشن رو از شما میخرم. اما جواب این دو نفر منفی بود و حاضر به فروش اپلیکیشن به جک دورسی نشدن. یه مدتی گذشت، مدت خیلی کوتاهی، و بعد یک پیشنهاد بزرگتر به سمت اینا اومد. کسی که پیشنهاد داد کی بود؟ مارک زاکربرگ، مالک فیسبوک. اون دوران فیسبوک تو بین شبکه‌های اجتماعی داشت یک تازی میکرد و حرف اول رو میزد، رو قله وایساده بود و خیلی هم داشت اوجگیری میکرد. مارک زاکربرگ پیشنهاد خیلی خوبی برای این دو نفر داشت. اول که بهشون گفت بچه‌ها کارتون خیلی درسته و این اپلیکیشن آینده بسیار درخشانی داره. مبلغ پیشنهادی 1 میلیارد دلار. این 1 میلیارد دلار رو به این دو نفر پیشنهاد داد و ازشون خواست تا اینستاگرام رو به طور کامل به فیسبوک ملحق کنن و کلا بخره اینستاگرام رو، و مورد موافقت هم قرار گرفت. 1 میلیارد دلار گرفتن و فیسبوک اینستاگرام رو خرید. ایدهشون هم همین بود، گفتن که آقا علاوه بر پول اگر فیسبوک اینستاگرام رو بخره میتونه به همون اندازه هم اینستا رو رشد بده، چون فیسبوک هم خیلی قدرتمند شده بود. ایده ای بود که کاملا هم درست بود، چون فیسبوک باعث شد که اینستاگرام به این قدرت رشد کنه. شاید اگر دست همون دو نفر میرسید زیاد نمیتونست رشد کنه، ولی فیسبوک خیلی رشد داد به روند کلا پیشرفت اینستاگرام. و اون دو نفر هم بیکار نشستن، همچنان در پروژه‌های مختلفی، چه در زمینه استارتاپ چه در زمینه خود اینستاگرام و شبکه‌های مجازی، همچنان فعال بودن. ولی 1 میلیارد دلار هم نصیبشون شده بود. اما چه بر سر اینستا اومد؟ اینستا بعد از یک مدتی همینطوری هی روند رشدش بیشتر شد، قیمتش هم بیشتر شد، ارزش گذاریش بیشتر شد، از 1 میلیارد دلار رسید به بیش از 100 میلیارد دلار. در حال حاضر رقمی که برای اینستاگرام ارزش گذاری کردن 102 میلیارد دلاره. یعنی مارک زاکربرگ تونست یک سرمایه 1 میلیارد دلاری رو به یک سرمایه 102 میلیارد دلاری تبدیل کنه. 100 برابر تونست سود کنه، که یک پیشرفت و یک موفقیت برای مارک زاکربرگ بود. برای اون دو نفر هم خیلی خوب بود، تونستن هم به پول خوبی دست پیدا کنن، هم یک اعتباری کلاً در بازار اپلیکیشن ها به دست آوردن. اما همه این موفقیت ها به کجا برمیگرده؟ از کجا شروع میشه؟ از همون اول داستان، چیزی که اول داستان گفتیم، روزی که کوین داشت قدم میزد تا با مایک یک جلسه برگزار کنه و اون تصمیمی که گرفتن، یعنی پیوت کردن، تغییر مسیر باعث شد که سرمایه اونها به بیش از 1 میلیارد دلار پول برسه. ما چند وقت پیش توی دیپ پادکست داستان وبسایت Airbnb رو هم ساختیم که حالا نمیدونم عزیزان دیدن یا نه. اگر ندیدید، من لینک وبسایت Airbnb رو توی توضیحات گذاشتم، توی اندسکرین هم براتون میذارم، فرصت کردید یه سر به اون ویدیو هم بزنید. خیلی شباهت ها داره با همین داستان اینستاگرام، ولی تفاوت های اساسی هم داره. شباهتش اینه که دقیقاً اونجا هم 3 تا جوون بودن، هیچ پولی نداشتن و آرزوهای بزرگی داشتن، در نهایت هم تونستن یک سایت میلیارد دلاری و موفق بزنن. ولی روند کار خیلی تفاوت داشت. دو تا اصطلاح براتون به کار بردم، پیوت و پرسویر. توی پرسویر اینا پرسویر بودن، اینا استقامت داشتن. توی وبسایت Airbnb اصلا مسیر عوض نکرد و همه رقم گفت ما وای میسیم تا زمانی که همین سایت به نتیجه برسه، هر اتفاقی هم که میخواد بیفته. استقامت میکنیم، مقاومت میکنیم تا سایت به اون نتیجه دلخواه خودمون برسه، که نتیجه داد. دقیقاً این اتفاق افتاد. شرایط جامعه جوری شد که با سایت همخونی پیدا کرد و سایتشون میلیارد دلاری شد. اما توی اینستاگرام اینا پیوت کردن، تغییر مسیر دادن، فهمیدن هر کاری که بکنن این رزرو آنلاین به هیچ جایی نمیرسه، بلکه اون اشتراک گذاری عکسه که خیلی جذابیت داره برای مردم. کلا روش عوض شد. اشتراک گذاری عکس اصلا بخش اساسی سایت اولیه‌شون نبود، ولی بعدها تبدیل به کل اپلیکیشنشون شد. شد یک اپلیکیشن اشتراک گذاری عکس که اصلا هیچ ربطی به رزرو آنلاین نداشت. اما چرا اومدیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم؟ خیلی این روزها میشنویم که میگن که مثلا مقاومت باید داشته باشید، مسیر رو بگیرید، از مسیر منحرف نشید، همه چیز مشخصه، تسلیم نشید. گاهی اوقات این تسلیم نشدنه و ادامه یک مسیر مستقیم، گیر کردن توی یک باتلاقه، یعنی توی یک باتلاقی هستید که همینطور داره شما رو به درون میکشه. باید مسیر تغییر کنه. خیلی تعجب میکنم که مثلا توی بیزینس قشنگ یه جملاتی به کار میبرن که حتی میتونه خطرناک باشه. من سواد بیزینسی ندارم، داستان رو تعریف میکنیم و تصمیم گیری رو به عهده شما میذاریم. ولی طبق
که این داستان‌ها خیلی ها تغییر ایجاد کردن توی بیزنسشون و نتیجهش خارق‌العاده بوده. خیلی این روزا توی وبسایت‌هایی که حتی آموزش اقتصادی دارن میدن تاکید دارن که مسیر رو تغییر ندید، همین مسیر مستقیم رو برید، استقامت داشته باشید، هدف داشته باشید و در نهایت هم شما پیروزید. در حالی که این استقامت زیاد گاهی اوقات قشنگ میتونه باعث شکست آدم بشه، باعث سقوط بشه، ولی یک تغییر مسیر، یک پیوت کردن میتونه همه چیز رو عوض کنه. صفر رو تبدیل به 1 میلیارد دلار بکنه. باز میگم مشخص نمیکنه. اصلا بیزنس همینه، موفقیت همینه، هیچ فرمولی نداره، رمز و رازی نداره. باید مورد قبول جامعه قرار بگیره. اینستاگرام مورد قبول جامعه قرار گرفت. بارها و بارها سایت های اشتراک گذاری عکس زده بودن که مورد قبول قرار نگرفته بود. ایر بی ام بی با استقامتش به نتیجه رسید با پرسویر و اینستاگرام با تغییر دادن، با پیوت تونست به اون نتیجه برسه. یک تغییر کلی هم بود. اگر بیزینس دارید در واقع باید به همین قضیه فکر کنید. بدونید که بیزینس کلا تغییر رفتار داره و همه چیز برمیگرده به روند جامعه. آیا جامعه اون محصول رو میپسنده یا نه؟ و باور کنید که نه دست ماست و نه دست هیچ کس دیگه ای. تمامی کتاب های موفقیت، تمامی کتاب های حتی علمی اقتصادی میان روش های مختلفی رو میگن. حتی از آدم های ثروتمند هم بپرسی خودشون نمیدونن چی شد، ولی شد. بهترین کار اینه که دقیقاً بهترین تصمیم ها رو توی شرایط کلاً متفاوت آدم بگیره. و این داستان اینستاگرام بود. داستان ایر بی ام بی رو هم قبلاً گفتیم. اگر کسب و کار دارید، تصمیم نهایی با شما که آیا باید استقامت داشته باشید یا با توجه به اتفاقاتی که در جامعه افتاده کسب و کار رو تغییر بدید. یه نکته هم آخرش بگم و بعد ویدیو رو تموم کنیم. ال جی با اون ال جی بودنش، همین چند وقت پیش دیدید، کلاً خط تولید گوشیش رو گذاشت کنار و پولش رو ریخت رو سایر تولیدات خودش، که اقدام بسیار موثری بود. یعنی گاهی اوقات پیوت کردن چیز بدی نیست و به اشتباه گاهی اوقات هی دارن تاکید میکنن که ما باید روی هدف مستقیم و مستحکم وایسیم، که میگم میتونه شبیه به یک باتلاق بشه. ممنونیم، امیدوارم عزیزانی که کسب و کار دارن، مخصوصا کسب و کارهای اینترنتی، این ویدیو مورد توجهشون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید و به کارتون اومد میتونید لایک بکنید، لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام برای سایر دوستانتون هم میتونید بفرستید. آنچه که مشاهده کردید داستان اینستاگرام بود.